برخورد به اصطلاح غرب با آنچه که آنها میگویند ایران، نمیگویند جمهوری اسلامی، با ایران هست. و بنابراین ما احساس میکنیم که مردم واقعی و راستین ایران به گونه رسمی کنار گذاشته شدند و حال اگر بخواهیم که تحلیل بکنیم و چون و چرایی آن را ساعتها سخن میبرد، در این سالها گفته ایم و مطرح کرده ایم همیهنان نازنینم. اما اساسی ترین ضعف و سستی و بدبختی که گریبان ما ایرانیان را گرفته است این است که بعد از 30 سال به درستی برنامه ای و رهبریتی و گروهی و شورایی نبوده است و نیست تا بتواند در این روزها یاری رسان مبارزات آزادی بخش ملت ایران باشد. نه فقط چنج را شما می توانید دگرگونی و تغییر را به هر چیزی تعبیر کنید. جنگ ما ایرانیان هم میهنانم که باید به جهان هم همین را بازتاب بدهیم و می بایستی در این 30 سال این کار را جانانه انجام می دادیم، ولی هنوز هم دیر نیست و هر ایرانی و هر گروهی و هر رهبری و هر مدعی خیشکاریش این است و درست‌ترین کار این است که باید انجام بدهد. ما به جهانیان باید برسانیم، بفهمانیم و بگوییم که کشور ما ایران در اشغال است، اشغال یک دشمن خوناشام پتیاره، بی آبرو، جنایتکار، زورگو، ستمگر. 30 سال است دوباره به طور رسمی اشغال شده است و اربابان جهانی همین را به خوبی می دانند. اما ما باید به آگاهی مردمان ملت ها برسانیم و جنگ آزادی بخش ما در پیش رو داریم، نه مبارزه می شنویم. همیهنانم به راستی خوب گوش کنید ببینید چه چیزها گفته می شود. بعد از 30 سال که ما نه خشونت می خواهیم، ما نه شعارت می خواهیم بدهیم، نه داد می خواهیم بکشیم، نه مرگ بر این مرگ بر آن بگوییم، نه حمله می خواهیم، نه بمبگذاری می کنیم، نه این کمی هنانم منظور من این باشد که باید برویم و بمب بگذاریم یا منفجر بکنیم و یا بکشیم یا ترور کنیم. نه، این کاران جانوران و اربابانشان است. اما شما این پیام ها را در این روزهایی که همه میگویید حساس است و خطرناک است برای ایران، برای چه نشستید میگویید اگر این است؟ خب مردم خود میدانند چه بکنند و چه نکنند. اگر شما برنامه ای دارید و میخواهید برای آزادی میهن و برای یاری رسانی به هم میهنان اسیر و گرفتار کاری انجام بدهید و اگر از دستتان برمی آید و اگر می توانید بکنید، برنامه را بدهید، برنامه براندازی جمهوری اسلامی در تمامیتش. وگرنه میهنانم شعار سالهای سال است، مبارزات مدنی، نافرمانی مدنی، مبارزات صلح‌آمیز. به برادران رود فروش ما کاری نداریم، به الله کرم ها کاری نداریم، به سربران کاری نداریم، به متجاوزین کاری نداریم، به دختر فروشان و بچه فروشان کاری نداریم. پس میخواییم چه بکنیم؟ میخواییم با آنها بگوییم خواهش میکنیم ما خسته شده ایم از دست شما جانوران سربر مسلمان، گورتان را گم کنید و آنها هم میروند. و همیهنانم به ویژه بزرگترین پیامی که در این روزها بسیار اثرگذار بوده است برای ما ایرانیان، یک جنبه آن، همان گونه که هنگامی که پیام نوروزی رئیس جمهوری آمریکا به سربران و اشغالگران و جانوران مسلمان تروریسم گستر داده شد، من در یک برنامه که بیشتر برنامه رو ویژه آن کردم همان روز هم گفتم و این بالاترین خطر است و بالاترین درد است برای ما به عنوان یک ملت اسیر و گرفتار و خنجر خورده از سوی همه، که اینان میخواهند ملت ایران را و ایران را که به نام کلی مینامند با این جانوران در یک جا قرار بدهند.
یعنی منافع ملیه. ما ایرانیان که صاحبان سرزمینیم، با منافع سربران و این تازیان زنان و این غارتگران و این تا مغز استخوان انیرانیان و تازی پرستان یکیست. آنان از ما یند، ما از آنانیم. و رئیس جمهوری آمریکا در واقع خطاب به هر دو یک جا سخن میگوید. نوروز هم از آن ماست، هم از آن رسمنجانی و خاتمی جانور و لاریجانی ایران سوز مزدور عرب پرست و سید علی دوریالی فلسطینی و همه این روسبی های زن و مرد که خون ملت ایران را 30 سال است با سرنگ میکشند و میفروشند. بنابراین هم میهنان نازنینه، باید در این روزها، درست در این روزها، خبر دیگری هم از این دست ما داشته باشیم که با آگاهی شما میرسانم. کنفرانس حقوق بشر، دموکراسی و فدرالیسم در ایران در پارلمان اروپا. این میدانید یعنی چه هم میهنانم؟ یعنی به گونه 100% هیچ کدام از ما، چه این 5-6 میلیون ایرانی تبعیدی و چه آن بین 60-70 میلیون یا 75 میلیون ایرانی برده موالی در زندان، هیچ کاری نسبت به سرزمینمان و سرنوشت میهنمان. بالای سر ما آمریکا، اروپا، روسیه، چین، ژاپن به هر خس و خاشاکی و آن کشورهای بوگندو و پوسیده عربی و همه جانوران ریز و درشت از هر جای جهان برای ما تعیین می کنند همه چیز را. آنان به خورد ما می دهند که این رژیم از آن شماست، اینها هم نوروز دارند، شما هم دارید. ما با ایران مشکل داریم، نه با جمهوری اسلامی نوکرانمان. ما گوادلوپیان که اکنون در این 30 سال هم گروه بیشماری از کشورهای آزاد شده از دست سرخ استعمار سرخ حیولا وش شوروی افسوده شدند به ما و منافع ما و چین و ژاپن و همه جا به سردمداری جزیره اهریمنی و کانادا و استرالیا که در واقع هنوز استانهای آن جزیره اهریمنی هستند، همه با هم ما تصمیم گیرنده ایم برای تمامیت ارضی شما، اوضاع داخلی سرزمین شما. با این جانوران بتوانیم کنار میاییم. ما فقط دیل خودمان را با آنها میکنیم درباره اتم، درباره هر چیز دیگری. آنان را در حدی میدانیم که بعد از این همه مرگ بر آمریکا گفتن و 30 سال پرچم آمریکا سوزاندن و این همه آمریکایی کشتن و این همه جنایت و این همه گورهای جمعی و این همه پایمالی حقوق بشر و این همه فاجعه گستری و تروریسم اسلامی گستری، ما آنان را دخیل میدانیم در اوضاع افغانستان. دعوتشان میکنیم. آنان یک پای معامله و گفتگوی مایند. همیهنانم، تمام این سخنان و این خبرها خطاب به ما ملت اسیر و از دید همه اینان بردگان خطاب به ماست که ما باید بنشینیم و این اربابان و نوکران اشغالگرشان در میهن ما هر تصمیمی برای سرزمین ما و آینده ما هست و نیست ما میگیرند، ما محلی از اعراب نداریم در این تصمیم گیری ها. یعنی این و این حقارت را آیا یک ایرانی که ذره خرد، شرف، غرور، ملیت و ایرانیت داشته باشد میپذیرد؟ اگر میگویید نه، هیچ ایرانی نمیپذیرد، پس میلیون ها ایرانی که بخروشند چه در برون مرز و در درون مرز کجاید؟ وضع هم میهنانمان را در داخل میهن میدانیم، میدانیم چرا، ولی بالاترین تلاش ها را دارن انجام میدهند هم میهنانه. ما در برابر آنان روسیاه و سرفکنده ایم. این را همه ما باید بدانیم، فارغ از این که حتی بخشی از ما که همه 20-30 سالی را که بیرونیم جان و زندگی و هست و نیست گذاشته باشیم، باز هم روسیاهیم ما در برابر آن هم میهنان فداکارمان.
آن بخشی که در تلاشند، که برای یک واژه‌ای که سربار نمیپسندد دودمانت را میسوزاند. این نه هر رژیمی است که فقط یک واژه استبداد و دیکتاتوری بگویی و به پایان برسد. اینان برای سوزاندن ایران، برای نابودی ایران، هست و نیست ایران آمدن. و در این 30 سال هم باید بگوییم شبان روز سرگرمند با پشتیبانی اربابان جهانیشان و در بسیاری زمینه ها هم کامیاب بودند. این را هم باید بپذیریم. درست است که از آن سو جنبش ایرانیت و رنسانس فرهنگی و نوزایی ایرانی دارد جان میگیرد، هر روز نیرومندتر. ملت ایران دارد تلاشش را میکند با همه این تنهاییش در این جهان تبهکار. اما دشمنان 30 سال از هم میهنانم، نه 3 سال، 30 سال، 3 دهه پاییدند. با این همه جنایت و فساد و تباهی و درگیر شدن به اصطلاح در منطقه و در جهان، میبینید اینان را میپذیرد آمریکا. مهم نیستم میهنانم تحلیل هایی که میخوانیم و میشنویم که در آن پشت میگویند که اگر آمریکا پایش در آنجا باز بشود این گونه میشود، بیشتر به ضرر آخوندهای سربر میشود. ما با آن بخشش کاری نداریم. هم میهنانم خبرهایی را که گزارش میشود، نوشته میشود به صورت آرتیکل های مهم نشریات مهم جهانی، اینها افکار عمومی میسازند. همه مردم ایران مثل ما ایرانیان گرفتار نیستند که بروند این لابیرنت را پیش بزنند و هزاران تحلیل از آن بیرون بیاورند که در نهایت چه خواهد شد اگر رابطه باشد یا نباشد. افکار عمومی هم میهنانم این گونه ساخته می شود. در انظار عمومی جهان بر روی کره خاکی، هنگامی که رئیس جمهوری ابرقدرت جهان آقای اوباما، که این همه برایش سینه و زنجیر و قمه می زنند، که اروپایی ها عاشقش هستند و ژاپنی ها برایش قش می کنند و چینی ها خودکشی می کنند و آفریقایی ها که دیگر نگو و نپرس و مسلمانان هم که دیگر نگو و نپرس. همیهنان نازنینم، هنگامی که رئیس جمهوری ابرقدرت جهان تعیین کننده اثرگذار، هر که می خواهد نامش باشد، مهم نیست نام شخص، مهم نیست، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، بعد از 30 سال با چنین جنایتکاران آدمخوار، جهانسوز، بشرسوز و شرفسوز، ارزشسوز و تروریسم گستر اسلامی ناب محمدی به گونه ای رفتار می کند که بله او هست و رسمیت دارد و دولت ایران و ایرانیان هست و فقط ما یک اشکالاتی با اینان داریم و بسیار هم سخت است بعضی از این اشکالاتی که داریم. اما در واقع مشروعیت دادن به این اشغال ایران است و خندیدن، آن هم نه هر خنده ساده ای، ریش خند کردنه یک ملت بزرگ اسیر گرفتار فریب خورده دچار توطئه جهانی کثافت شده است. واکنش ما ایرانیان چیست؟ هم میهنانم چند نامه بنویسیم و جایی را امضا بکنیم و همواره گفتم بسیار عالیست، بسیار خوب است، مؤثر هم هست، اثرگذار هم هست. دست کم میبینند عده‌ای در میانه این چند میلیون تبعیدیان ایرانی زندند، هنوز فکر میکنند، هر از گاهی کارهایی میکنند، دست کم این را میبینند. اما همیهنانم این واکنش درستی نیست. و این مقطع خطیر را ببینید و یکی از این خبرها. در کنفرانس 2 روزه‌ای که با مشارکت پارلمان اروپا، که معلوم نیست پارلمان اروپا چه کاره ایران زمین است، در بروکسل برگزار شده، از جمله دموکراسی در ایران، همیهنانم این پوشش های نام های زیبا، حقوق بشر،
دموکراسی. اینها را در بالا قرار می‌دهند که در درون آن، این تجربه ماست، این تجربه ما ملت گرفتار است، به ویژه در این 10-15 سال گذشته که برنامه ها را پیچیده تر و بسیار متنوع تر کردند، که این از هم پاشیدگی میان ایرانیان را افزون تر کنند. برخی هم باور میکنند بیچارگان هم میهنان ما، نه اینکه گمان کنید همه مزدورند و حقوق بگیرند و میخواهند به ایران خیانت کنند، نه. در این گرفتاری هر کس میخواهد به ریسمانی دستش را بند کند، شاید بتواند کاری برای ایران بکند. جز آن عده و چهرهای مشخص و سران اکثر این جریان ها که وابستند و خائنند و خودفروشند و میهن فروشند و ایرانی فروشند و ایران فروشند، نگمان کنید همه میهنان ما با هر عقیده سیاسی که هستند در هر جریانی یا حرکتی وارد شدند و میشوند قصد خیانت دارند، نه. بازی ها بسیار پیچیده است و ما بسیار ملت گرفتار و تنها و بی سر و بی رهبر. ضربه ها را کاری تر می زنند در این شرایط. فدرالیسم تبعیض علیه اقوام، نقش و جایگاه اقوام در به وجود آوردن یک سیستم دموکراتیک و غیر متمرکز بحث و بررسی خواهد شد. همیهنانم، هنگامی که در جنگی در نبردی و آن هم بسیار نابرابر، لشکر دشمن آماده، مجهز، نیرومند، حساب شده، پولدار، اسلحه دار، هر چیزی، با همه امکانات راه افتاده است و یورش ببرد به یک کشوری، اما نمیخواهد این یورش به صورت جنگی وحشیانه، زورگویانه، ضد بشری و هر چیز دیگری بیاید. از توطئه ها و به ویژه از خائنین بسیار، پروژه های گوناگون، برنامه های گوناگون بهره برداری میکند اهریمنانه، چون توانش را دارد، امکاناتش را دارد و به ویژه تلاش می کند در میان این ستون پنجم و عوامل تخریب که بخواهد آن جنگ پایانی را که می کند حق با او باشد، با آن قلدر، نه با آن گرفتاری که حقش را می خواهند بخورند. از میان خود آن مردم ظاهرند، رهبر می سازد، گروه و گروهک می سازد، نام برایشان می سازد، پیشینه برایشان می سازد، امکانات را در اختیارشان می دهد، مأمور فلان دستگاه جاسوسی جزیره اهریمنی و یا بوندسناخریشتندینست آلمان و یا مال فرانسه یا اینجا و یا آنجا نمی آید با چهره آلمانی یا فرانسوی یا انگلیسی بنشیند و آشکارا بر ضد ایران و منافع ملی ایران و ملت ایران و فرهنگ ایران و تمامیت ارضی ایران صحبت کند. از جانورانی به اصطلاح ظاهرا از میان خود همان مردم، سالها هم تحمل میکنند، اینان چند سال کار میکنند، برنامه ریزی میکنند، پیریزی میکنند، مطرح میکنند. مایکل لدین چند سال پیش این کار را میکند، آن یکی یک جای دیگر، این یکی آن جای دیگر، فلان رسانه فاکس این گزارش را چند بار میدهد، CNN یک گزارش دیگری را، و همه چیز را هم میانانم فراهم میآورند از جهت افکار عمومی که آن خیانت و جنایتی را که میخواهند در حق مردمی انجام بدهند واقعی، حقیقی، طبیعی و از میان خود آن مردم به نظر آید. اکنون جهان پیچیده ما این گونه است. دیگران جهان کلاسیکه که همواره لشکرکشی و بمباران و کشت و کشتار دم مرز و اینها نیست، مگر که کار به جاهایی برسد که باید مستقیم نیرو داشته باشند در منطقه، مانند بعد از 11 سپتامبر.
اما اکثرا زمین سازی ها از قبل انجام می گیرد. ساختن اهرم های تخریب و پیشبرد یک پروژه ضد بشری. حال ببینید، خیلی زیبا آغاز کرد دموکراسی در ایران، بعد هم گفته از فدرالیسم. فدرالیسم در ذات خود با این واژه چیز به اصطلاح خطرناک و وحشتناکی نیست در میانانم، اما ما شرایط کشورمان را و اینکه چرا این تخم لق را از چند سال پیش شکستند در میان ما ایرانیان، با توجه به آن پیشینه هایی که در سرزمین ما هست، با توجه به آن داستان فرقه نابکار خائن پیشوری، داستان کردستانمان، با توجه به خواست اهریمنان جهانی برای پاره پاره کردن میهنمان و تمام این جریان هایی که همواره گفتم در اطراف ایران دور تا دور همه مرزهای ایران جایی نیست که مدعی اکنون پیدا نکرده باشد، گوشه ای نیست، آماده کردند. و ما هم در لس آنجلس سرگرم مهمانی رفتن و کنسرت رفتن و رقصیدن و نمایشات مد و خیلی چیزهای دیگر هستیم. و کاری که نمی کنیم برای اونهایی هم که کاری می کنند، از بام تا شام می نشینیم، آنچرا که وجود خودمان است، خانواده خودمان است، جد آباد خودمان است و حتی قواره خودمان است، به مبارزان شریف میگوییم. با آخوند و اشغالگر و جانور و این همه مزدور کاری نداریم، باید گریبان آن سربازی را بگیریم که هست و نیستش را در این راه گذاشته است و لیچارها را با او باید بگوییم، عرصه را باید بر او تنگ بکنیم، به همه جا خودمان را بزنیم و بکوبیم که او را از میدان بدر کنیم، او را خسته کنیم، او را ناامید کنیم. آنگاه ببینید بالای سر میهن ما چه کرکس هایی در حال پروازند. بله، بعد توضیح داده است که سازمان جهانی UNPO چه کوفتی هست و نیست. حال گروه های شرکت کننده در کنفرانس، ناصر بلده ای، همیهنانم یکی از روال کار این بعد از قادسیه دوم و اشغال رسمی میهنمان که با کشتن پادشاه ایرانیمان و با سوزاندن سامانه ایرانی نگاهبان ایران و ایرانی من آغاز شد، با کشتن پهلوانان و یلان من، با متلاشی کردن ارتش ملی و شاهنشاهی من، با سرکوب و تحقیر زنان دلاور و تحصیل کرده من آغاز شد. همه خس و خاش ها که هم میهنانم، نابکاران، نگمان کنید فقط در درون میهن رود فروش سرلشگر شد، گردن بند جنرال شد، حلبی ساز عمله فلانجا پرزیدنت شد، نه در بیرون هم همین گونه، اما با ظاهر دیگر، با ظاهر غربی، شیکی پیکی، کت شلوار، خانم ها لباس های شیک، آرایش های کامل و لاف در قربت هم که فراوان، هر کسی پایش بیرون رسید یک شبه مدارج ترقی را طی کرد، چون دیگر کسی کسی را نمی شناخت که کی از کجا آمده است. هر چی یاوه گفت باید می پذیرفتی، اگر می گفت جنرال بودم باید می گفتی بله، اگر میگفت معاون وزیر بودم باید میگفتی بله، اگر میگفت 10 تا مدرک دکترا و این و آن دارم باید بپذیری. و بعد چهره های خائن
و مزدور که همواره گفتم در میان ما ایرانیان برای خیانت به میهن، نه اینکه دشمن بگردد و هزاران وعده بدهد تا یکی را گمراه کند، نه، در میهن ما در این 1400 سال به بلایی گرفتار آمده است که برای خیانت به میهن و خدمت به خود و هوا و هوس خود به صف می ایستند و التماس می کنند به ارباب که من را برگزین، پول مزدی را به من بده، مقام را به من بده، فلان کار در فلان رسانه آمریکایی یا اروپایی را به من بده، تو هر کاری بخواهی من می کنم. همواره گفتم هم میهنانم، تا ما ایرانیان هم به وجه فردی در مسائل و روابط خصوصی خانوادگی از آنجا باید آغاز کنیم، تا مسائل اجتماعی و سیاسی، تا تک تک ما نرویم روبروی آینه نیستیم و خوب و بد خودمان را خودمان نخست تشخیص ندهیم و اراده نکنیم که خود را دگرگون کنیم، بهتر کنیم، بپذیریم کوتاهی کرده ایم، بپذیریم خودخواهی کرده ایم، بپذیریم 10 سال 20 سال 30 سال خورده ایم و خوابیده ایم و برای میهن کاری نکرده ایم و اگر ایران سقوط کرد عامل اصلی آن ضعف خود ما بود، این همه پشت به میهن کرده در میان خود ما بود، این همه مقام پرستی و عقده‌داری در میان خود ما ایرانیان بود، این همه ناسپاسی در میان خود ما ایرانیان بود، سپس سر برویم گریبان فلان ارباب جهانی و فلان اهریمن قارتگر را بگیریم. نمیدانم بگویم موجودی دوپایی چه کسی است این ناصر بلده ای. و مرتب هم میهنانم نام های تازه تر و به ویژه استان های مرزی ایران، بلوچستان من، بخشهایی از خراسان من، آذربایجان جاودان من، کردستان من که کرمانشاه را هم شامل می شود، تا بیایید پایین خوزستان من، بعد در آن پایین دریای پارس من و جزایر ایرانی دریای پارس من و مسائل ساختگی را که پدید آوردند، اروندرود من، دوباره ادعاهای جانوران که از حلقوم نوکران دست نشاندهشان بیرون می آید و همه و همه و هر از گاهی می بینند آنقدر این عناصر مزدور و منفور ملت ایرانند، بعد از چند گاه اینها مهره های سوخته می شوند و یا اینکه می گویند فعلا بنشینید و نشخوار کنید، فعلا ساکت باشید، نام جدیدتر و تازه تری را به میدان می دهند. ناصر بلده ای، فعال سیاسی بلوچ و عضو شورای رهبری کنگره ملیت های ایران فدرال. همیهنانم حتی اگر ما با فدرالیسم از جهت شکل دادن و سامانه نوین دادن برای تسهیل اداره کشور و برخی برداشت ها داشته باشند، برخی کسان که به گونه فدرال و یا توسط شوراهای ایالتی و ولایتی اگر باشد رسیدگی به مناطق گوناگون در ایران آسان‌تر است، برقراری عدالت اقتصادی امکانش بیشتر است و هر دلیل دیگری، حتی اگر ما مخالف فدرالیسم نباشیم به گونه یک ساختار و شکل و ترتیبه سیاسی اقتصادی برای سامانه آینده ایران من، اما همین که میگوید ملیت های ایران، یعنی ملتی به نام ایران نیست در آنجا،
این جانوران که میگویند مینیمم 6 ملت است. بنابراین هم میهنانم فقط همین را که میخوانیم و دریافت میکنیم و میدانیم چه موشه عفونت زایی را در این دیگ انداختند، قرار است ما بیاییم بنشینیم و بحث کنیم میان خودمان که یکی بیاید بگوید بله من هوادار فدرالیسمم به این دلیل، یکی بگوید نه نیستم با آن دلیل، و شواهد تاریخی و نمونه های کشورهای گوناگون و مشکلاتی که می آفریند و یا بهبودی که می دهد. اصلا وارد این بحث می شویم ما. نمی گوید سیستم فدرالی برای ایران و ملت ایران، ملیت های ایران، طبیعی است من ایرانی، نمی گذارم دهانت را باز کنی و ادامه بدهی و میستم با قدرت در برابر تو، برای اینکه میدانم بوی گند استعمار و بوی گند تجزیه طلب و بوی گند خیانت از آن میآید. این ربطی به بحث سیاسی و اختلاف سلیقه داشتن، یکی مثلا پادشاهی میپسندد، یکی جمهوری میپسندد، یکی مثلا فدرال میپسندد، یکی با قدرت مرکزی نیرومند میپسندد. این بحثا نیست. اینها هم میهنانم خاک پاشی بر چشم ما و در همه این سالها این کارها را کردند و ادامه میدهند. پارلمان اروپا هم میهنانم همه اهرم های فشار را نمیتواند به کار ببرد، چون خیلی هوادار حقوق بشر است. در برابر این سربران اشغالگر بگوید این ملت را تو میخواهی تا نفر پایانیش تک تک کنی، این همه جنایت، این همه فجایه. نه، ولی پارلمان اروپا میتواند بیاید برای کشور ما طرح فدرالیسم بدهد و بعد هم ادهی بنشینندان را به عنوان بحثا و گفتگوهای ان تلکتوالیسم پی بگیرند. آن بخش خائن و مزدور و خودفروش را کاری ندارم که بنشینیم بحث و گفتگو کنیم. هم میهنانم میهن ما را دارند نابود میکنند. یک جا همین لحظاتی که من و شما صحبت میکنیم، از همین آغاز برنامه تا کنون، چندین هم میهن من و شما از بیدارویی و بیغذایی خرد و کلان در همین چند دقیقه مردند. میدانید یعنی چه؟ میدانید این گونه وقت گذرانیدن یعنی چه؟ امروز را به فردا انداختن یعنی چه؟ این همه معطل این بحث های بیز هر و ده شده یعنی چه؟ یعنی جان هم میهنان من تازه کمتری نشان است به اضمحلال و فروپاشی میهن من نزدیکتر میشویم. خب همیهنان، من این رو ادامه میدهم، ولی از کیمیای نازنین خواهش میکنم. کیمیا جان، کلیپ شماره 6 را آماده داشته باشید. همیهنان نازنینم، رژه ایرانیان که چند سالی است در نیویورک و هر سال با شکوه تر از پیش برگزار میشود، به راستی سرافرازی آفرین بود و درود بر همیهنانی که پایه‌گذار چنین حرکت درستی شدند و در این روزهای دشوار و گرفتاری ملی برای ایرانیان، چه در درون میهن و چه در برون مرز آواره در هر گوشه جهان، سرافرازی و غرور و انگیزه
تلاش برای آزادی میهن را فراهم آوردند و مایه سرافرازی ما شدند با نشان دادن زوایای کوچکی از بزرگی ها و درخشندگی های فرهنگ میهن اهورایی من ایران زمین و به میدان آوردن نشان های زیبای ملی و ایرانی من. در این کلیپی که برگزیدم هم میهنان نازنینم جوانان ایرانی را میبینید که پرچم بزرگ و زیبای ایرانیه شیر و خورشید نشان را با خود حمل میکنند و همه جوان و پس از آن پرچم درفش کاویان را میبینید به همان بزرگی و زیبایی و شکوه و هم میهنانم این است کار فرهنگی ریشه ای. به یاد میآورم در آن سالهای دور 26-27 سال پیش هنگامی که کوروش آریامنش برای نخستین بار درفش کاویان را به عرصه زندگی و اندیشه و مبارزات آزادی بخش ملی ما وارد کرد و به یاد می آورم 24-25 سال پیش در آلمان تجربه خودم برای نخستین باری که این پرچم را ما جوانان ما می ساختند و در مراسم مهرگان نوروز و هر جای دیگر می بردیم هم میهنان ایرانی ما هاج و واج می نگریستند و می آمدن می پرسند این چیست؟ این چرم چهار گوش باید توضیح می دادیم این درفش کاویان است که 1400 سال پیش در قادسیه یکم به خاک افتاده است و اکنون بعد از قادسیه دوم دوباره ایرانیان باید این پرچم را برافرازند و فقط همین یک پرچم را در دست داشتن همه پیام را به دشمنان می دهد هم میهنانم یعنی این درفش کاویان به خاک افتاده را ما بعد از 1400 سال برداشته ایم ما اکنون حس می کنیم رستم فرخزاد من را یزد گرد گرفتار من را و می دانیم بر سر ما چه آمده است درفش کاویان به این جانوران پتیاره سربر مسلمان باورمند می گوید شما ناپاکان در سرزمین ما دشمنانید اشغالگرانید انیرانیانید شاهکشانید و ایران سوزانید و باید گورتان را گم کنید وگرنه تا نفر پایانیتان باید بسوزید و نابود شوید با این همه جنایت و ستمی که بر سر این ملت آورده اید نه فقط این 30 سال 1400 سال و هم میهنانم در این دل میهن ما برای ما مطرح نیست ملتی که میهنش خانهش گرفتار است در اشغال است همه آحاد آن خانواده و آن سرزمین زیر دست جلادان زیر دست سربران به گرسنگی کشانده شده به درد و بدبختی روزافزون کشانده شده هم میهنانم بیایند برای این مردم از اینکه لباستان باید این گونه باشد و یا موی سرتان را آن گونه آرایش کنید و یا هوا که خیلی آفتابی هست نمیدونم چتری بالای سرتان نگاه دارید که پوستتان آسیب نبیند و از این چیزهایی که به راستی با همین نمونه ها می شود برابر نهاد و این سرگرم کردن و بعد بالاتر از همه هم میهنانم ایجاد تفرقه و دشمنی ایجاد دشمنی در میان افراد این ملت تا اینکه نتوانند به یگانگی و همه متوجه آن بدبختی بزرگ که راه چاره‌ای برای آن بجویند که نخست باید میهنمان را از چنگال این ایران سوزان این غارتگران و این سربران آزاد کنیم و وقتی خانه را داشتیم بعد از این تجربه های تلخ و سهمگین بنشینیم و چاره کار کنیم و برنامه ریزی کنیم و بهترین ها را
که متناسب با ویژگی های سرزمین ماست، با گونگونی سرزمین ماست و مردمی که هزاران سال به عنوان یک ملت و جزو نخستین ملت دولت های جهان در این جهان پاییدند و زندگی کردند و این گونگونی آنان مایه همبستگی آنان بوده است، نه تفرقه آنان، نه نفرت آنان از یک دیگر، مایه عشق آنان بوده است، مایه این بوده است که تولرانس و مدارا از میان همین مردم گونگون میتوانست به جوشد و بیرون بیاید، نه از یک گروه یک دست زورگوی خودپسند که خون خود را پاکتر از خونهای دیگر می داند و دین خود را بالاتر از دینهای دیگر می داند و هر چیز دیگر. مدارا و تولرانس از میان این گونگونی ها می تواند پدید آید و این گونه ریشه‌ای و بنیادی در جهان اثرگذار باشد. بله، حال ببینیم که این آقای بلدعی چه می‌فرماید. در جایی می‌گوید که آقای بلدعی انتقاد هم می‌کند که هرگاه مسئله قومی در ایران مطرح می‌شود، اتهام تجزیه کشور نیز مطرح می‌گردد. بعد نقل قول مستقیم است: ملت هایی که در ایران هستند میخواهند در یک سیستم فدرال به حق و حقوق خود برسند، ولی دولت ایران نمیخواهد قدرت را در کشور تقسیم کند. هم میهنان هم میبینید چه پیامی در همین یک عبارت کوتاه هست. یک، ایران از ملت های گوناگون تشکیل شده است، نه یک ملت به نام ملت ایران. این گونه است هم میهنانم، با این دروغ ها بود که ما به اینجا رسیدیم و اکنون هم با همین دروغ ها هست میخواهند ایران ما را اگر بتوانند تک تک کنند و انقدر دروغ ها را بگویند و بگویند و بگویند که به حقیقت تبدیلش کنند و آن راستی و حقیقت را بسوزانند و از میان بردارند، که بتوانند اربابی کنند همواره در آن کشورها، در آن منطقه بلا زده، عفونت زده، اسلام زده و خیانت زده. و نکته دیگر در همین یک عبارت، نخست این که ما باید بدانیم ایران از چندین ملت تشکیل شده است، دو دیگر این که باید این را بدانیم، ولی دولت ایران نمیخواهد قدرت را در کشور تقسیم کند. یعنی اربابان اروپایی و همپیمانانشان و این نوکران ناچیز مزدوری را که گرفتند به این نام و آن نام انداختند در میان، از زبان اینان سخنانشان را اربابان میگویند. یعنی این دولت، دولت ایران و ایرانیان است، در این که حرفی نیست، فقط دولت بدی است، نمیخواهد حق و حقوق را به ملت‌های داخل ایران بدهد. دیدم هم میهنانم، همواره بیشتر ما ایرانیان شوربختانه و به ویژه در این رسانه‌های آنچنان مدعی، خبرها را به راحتی میخوانند، نه احساسی دارند، نه آن نکاتی را که باید ببینند که با زیرکی و با پلیدی در آن میان جاسازی شده است. میخوانند و میروند و همان را هم از زبان این اپوزیسیون به اصطلاح گزارش میکنند. حال ببینیم که یک شخصیت تازه از آب و نمک در آمده، اینها را هم میهنان هم چند سالی ساختند، این هیچکارهای که فقط مصرف خیانت با آن ملت و آن سرزمین را داشتند و دارند. در این روزهای گرفتاری،
در این روزهای اشغال میهن، در این روزهای قتل عام، نسل کشی در ایران، مسائل ما اینان است که تازه اربابان کنفرانس هایشان را و سمینار هایشان را برای ما ایرانیان تشکیل میدهند و دستچین شده های خودشان را هم میبرند آنجا که اینها را نشخوار کنند. بعد ببینید شرکت کنندگان چه کسانی هستند. متشکل از 17 گروه اتحاد جمهوری خواهان و اتحاد جمهوری خواهان دموکرات و سکولار ایران. این نام ها رو میشنوید که چه ادعاهایی هم دارند، سایت های ویدلاکا و همچنان بستانکار و همچنان دروغباف و همچنان به خیانت ادامه میدهند. همینانند همینانند و همواره هم پشتیبانی شدن به ویژه از سوی کشورهای اروپایی در همه این سالهای گذشته. این همه سمینار و نشست و کنفرانس در باره ایران و سرنوشت ملت ایران از برلین و لندن و پاریس و اینجا و آنجا، هر جا که دلتان بخواهد، اربابان هم هزینهش را دادند، خرج سفر این آقایان و خانمهای خائن را هم دادند. اینها هم برای مطرح شدن و برای مزدوری کردن هم واره آمادند، رفتند، از اینان استفاده می کنند هم میهنانم که دروغهایی را جا بیندازند. حتی در این 30 سالی که اکثرا هم دستاورد همین جانوران است، این بدبختی که در میهن می بینید و همان راه را اکنون به این شکل و شیوه ها دارند ادامه می دهند. نابودی ایران یعنی. اتحاد جمهوری خواهان و اتحاد جمهوری خواهان دموکرات و سکولار ایران. دکتر کریم عبدیان، یک دکتر هم اینجا پیدا شد میان این همه دکترهایی که اخیراً می دانید همه باید دکتر شوند. دکتر کریم عبدیان یکی از مسئولان سازمان حقوق بشر اهواز و یکی دیگر از شرکت کنندگان کنفرانس دو روزه در پارلمان اروپا، ضمن انتقاد از برخورد دوگانه اتحادیه اروپا به مسئله ایران میگوید: ایران کشوری است که از فرهنگ ها و اتنیک های مختلف تشکیل شده و دموکراسی فقط زمانی میتواند در ایران مستقر شود که همه تا اینجا همیانان هم ظاهرا اوکی. حال ببینید آنها را گفته است که چه بگوید، که همه ملل ساکن ایران در حیات سیاسی کشور شرکت کنند. گمان میکنم هم میهنانم دیگر نیازی نباشد ادامه بدهم. به گفته آشنا و گویشی که ما بسیار شنیده ایم، از آن روی این را آوردم هم میهنانم که تأکید بگذارم بر دشواری مبارزه‌ای که ما ایرانیان داریم در این روزها. نه اینکه فقط دشواری ما این است که مشتی هیچ کاره ناگهان از یک جاهایی پدید آمدند، همه رهبر شدند و همه سخنگو و تحلیلگر و هرچه شدند و بازار مکاره است برای برخی، برای منافع شخصی، مالی، مطرح شدن، هر چیز دیگر. همیهنان گرامی هم دشواری مبارزه ما این است، آن نکته ایست که همواره من بران پای می فشارم. ما مردم و ملتی شده ایم تنها در منطقه، در آسیا و در کل جهان. ما ملت را می گویم، نه اینکه مشتی عقب مانده و جانور که همواره هم سر بزنگاه بر ضد منافع ملی و سرزمینی ما رأی میدهند و سخن میگویند در این 30 سال با پول خون ملت ایران که میلیارد میلیارد به حلقوم این جرثومه های کثیف ریخته اند. به اصطلاح چند کشوری هم این جرثومه های فساد سربر مسلمان اشغالگر را به کشورهایشان راه میدهند، مانند آن عفونت زای چاوز دزد و نابکار که هنوز با جنگ مسخری، جنگ با امپریالیسم و اقتصاد سرمایه داری جهانی و چه و چه
و دو شپشک آنجا نشستند و برای خودشان بانک مشترک دو کشور تشکیل دادند و آن چاوز نابکار و بی سر و بی پا با این سخنان یاوه که فقط برای عوام فریبی و برای بیچاره کردن ملت ها کاربرد دارد بگوید سران 20 نشستشان به پایان رسید اما سران 2 هنوز نشستشان ادامه دارد، یعنی شپشک زیر دم بزغاله و شپشک آمریکای لاتین. مبارزه ما و جنگ ما هم میهنانم برای آزادی میهنمان بسیار بسیار سخت و دشوار است با این شرایط که داریم. بنابراین به ما چرا نشان میدهد؟ این را میگوید، این را نشان میدهد که ما باید با فداکاری کامل، با از خودگذشتگی بیشتر، از جان و مال و وقت و هر چیز دیگرمان برای میهنمان بایستیم و تلاش کنیم. تنها ما فقط رو در رو با این چند جانور کودک آزار زنکش مسلمان سربر روبرو نیستیم. اربابان جهانی و نیروهای اهریمنی جهانی که پشتیبان اینانند، آورندگان اینانند و نگاهبانان اینانند، در خواب نمی دیدن این همه غارت بی‌پروا و آشکار و نجومی که در این 30 سال که مرکز غارت اصلی سرزمین ما و به تبع آن بسیاری کشورهای منطقه بیچاره هم بوده است. بنابراین ما گمان نکنیم چون اینان از جهت این که مسلمان باورمندند و تروریسم گستر هستند و سربر هستند و این همه کشت و کشتار کردند، از همین غربیان هم کشتند و میکشند، این غربیان براستی به همین آسانی بخواهند از این سودهای سرشار آغشته به خون ملت ها و مردمان و به ویژه مردم ایران به این آسانی بگذرند. بنابراین مبارزه ما هم میهرانم بسیار دشوار است، اما این با معنا نیست که دشوار است پس نمیتوانیم انجام بدهیم. اتفاقا ما انگیزه های بیشتری باید بیابیم و بدانیم این میهن ما چه میهن بزرگ با ارزش و قدرش را بدانیم و چگونه همه به جانش افتادند. این سرزمین ثروتمند، این سرزمین فرهنگی، این سرزمین باشکوه بیشتر باید تلاش بکنیم. خب برای اینکه وارد بخش دیگه آستا و بیدار کردن هم میهنانمان، اما پیامی که برای من گذاشتن جالب است هم میهنانم. یکی از همین کسانی است که از جهت جایگاهی که در اسلام دارد ضعیف است، کتک خور است و به ویژه اینکه از کشوری که جزیره اهریمنی نامش را افغانستان گذاشته است چون از گویش و لهجهش روشن است، این زن نادان و ضعیفه مسلمه کتک خور که هماندیش بن لادن است، هماندیش ملا عمر است، هماندیش آن جانورانی است که عاشق مسیح را آن گونه شکنجه کردند، فقط یک نمونش را دیده اید، با اسید سوراخ سوراخش کردند، او را نابینا کردند، در گوش او اسید ریختند، بدنش را ناقص کردند. این مرد فرهیخته را که به اصطلاح باید هم میهن این زنک ملا عمری طالبانی بن لادنی باشد. اما ببینید برای من چه پیامی گذاشتند و من از هم میهنانم خواهش میکنم که اگر که در واقع میشنوید و شمارهش هم گفته میشود، چون معلوم بوده که ایشون مشکلی نداشته و آشکارا این پیام رو گذاشته، یادداشت بکنید عزیزان من، چون من گویش ایشون برام یه مقدار سخت بود. شما زنگ بزنید و باش صحبت کنید ببینید میخواد چه بگه ایشون، چون من نصف صحبت های ایشون رو متوجه نمیشم. شراخ پست احمق دارت سکوری مردار میکنی، سکوری کلا میکشی مثل سگ وحشی، غال زده میریشید میشستی پشت پرده تلویزیون سکوری، راجع به قرآن نمیخوایم تو کثیف اصلا بحث کنی، تو کثافت نجس مرتد مرتد قواره کثیفت اول دیدی قواره از دنیا گشته، قواره و قیافه
بد اخلاق لچک پست احمق مسلمان ها تفت کرده اصلا از سر تف کرده لغت کرده تو مادر جنده مادر فک. خب همین هنانم یک بار دیگر بشنوید. شرف پست احمق فون نمبر 503-642-7614 received March 31st at 8. به شرف پست احمق دانت سکوری مردار میکنی سکوری کوله میکشی مثل سگ وحشی راو زده میری نشستی پشت پرده تلویزیون سکوری راجع به قرآن نمیخوایم تو کثیف اصلا بحث کنی تو کثافت نجس مرتب فهمیدی؟ قواره کثیف اول بیرید قواره از دنیا گشته قواره و قیافه بد اخلاق لچک پست احمق مسلمان ها از من تفت کرده اصلا از سر تف کرده لغت کرده تو مادر جنده مادر فک. From phone number 503-642-7614 received March. From phone number 503-642-7614 received. From phone number 503-642-7614 received. From phone number 503-642-7614 received March 31st. خب همینان نازنینم، حال آن یاوه های اسلامی و باور و آموزه های اسلامی و واژه های کثیفی که این گونه جرثومه ها تمام این 1400 سال به ما ایرانیان دادن، آنها به جای خودش. اما جالبترین نکته که دقت کردید مرتد گفتن اوست، یعنی اینان با اندیشه های اسلامی باورمند به کشتن کافران و مرتدها و نجسها که آموزه های ضد بشری و کثیف و ضد اخلاقی و ضد انسانی اسلام را باور ندارند. بنابراین هم میهنانم زنگ بزنید عزیزانی که تلفن او رو یادداشت کردی، چون با تلفن باز هم تلفن کرده، یعنی مسئله نداره و حتما آماده گفتگو هست. از او بپرسید، چون من یکی دو بار زنگ زدم تلفن رو هم نبستم، از ترسش تلفن رو بر نداشت چون شماره رو میشناخت. چون میخواستم ازش بپرسم ببینم این زن تروریست و بن لادنی که به خودش اجازه میده مرتد بنامه، و ما میدانیم مرتد یعنی چه در آموزه های کثیف دینی که او با آن باور دارد، یعنی آدم کشتن، یعنی کسی را که اینان این جانوران کودک آزار و زنکش مرتد می دانند، یعنی باید خونش را ریخت. بنابراین هم میهنانم زنگ بزنید و از اینان بپرسید، چون گویا که خانواده هم باید داشته باشد، و اگر خود این زنک بن لادنی برداشت، ببینید در سرزمین نجس و کافران او چه می کند، برای چه آمده است، و در سرزمینی که بسیاری از مرتدها که به اسلام سربر ارتداد آوردند آمدند اینجا به پناه آمدند، این زنک بن لادنی برای چه آمده است. بنابراین من میبینم خطا روشن هست، پاسخگو میشم. درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم. الو الو، خط یک بفرمایید. الو شماره رو خواهش میکنم تکرار کنم. الو خط دو بفرمایید. جانم عزیزم بفرمایید، میشه شماره رو خانم صفادی تکرار کنید؟ بله یه بار دیگه پخش میکنم عزیزم، خواهش میکنم. درود بر شما، بفرمایید عزیز من. سلام بانو صفایی. درود بر شما عزیز من. درود عزیزم. درود بر شما. من شماره رو میخواستم دوباره تکرار کنم. چشم عزیز من، الان یک بار دیگه پخش میکنم. من فردا همین خانم یک کیسه کشی میکنم. بله عزیز من، باشون گفتگو کنیم ببینین که ایشون اصلا تو این سرزمین نجس و کافر و ناپاک برای چی اومده؟ اینجا اومده چی کار که اونه؟ اینجا اومده
مرتد بکشه، اومده اینجا مرتد شناسایی کنه. بد نیست اینا رو بدونیم و بعدم این تلفنش رو ما به پلیس فدرال هم دادیم. فکر میکنم اونا هم سراغش برن و بپرسن ببینن این آمده اینجا شکار مرتد یا برای چه آمده اینجا. چرا افغانستان عزیز و ملا عمر و کودک آزاران و سربران رو گذاشته اومده اینجا؟ اومده اینجا چی کار بکنه؟ من علاوه بر این کلام میخندم از عصبانیتم و واقعا فشارم رفت بالا که دیگه اینا دیگه چی میگن؟ بله عزیز من، دیگه من همین خواستم یه نمونه باشه که بدونید که فقط یه مدل دو مدل نیست و یه سربازی مانند من با چه مسائلی و با چه جانورانی هم روبروست. الهی من قربون شما بیارم. خدا نکنه عزیز من، سربازی هستی که شکست ناپذیر. پاینده باشید عزیز من، به وجود شما افتخار میکنم. پاینده باشید گرامی من، پاینده باشید. فقط میخوام مطمئن باشم. پاینده باشید عزیز من، من شروع یه بار دیگه پخش میکنم. Please enter your passcode. Phone number 503-642-7614. Received. From phone number 503-642-7614. Received March 31st. From phone number 503-642-7614. خب امیدوارم عزیزانی که مایل هستند با این زن صیغه‌ای بن لادنی و عرب پرست و انسان سو صحبت بکنن شمارش رو داشته باشن. درود بر شما، بفرمایید عزیز من. پری سفاری بفرمایید عزیز من. درود بر شما. درود بر شما نازنین من. من مدت هاست دارم برنامه دونو تماشا میکنم و واقعا اون شیری که خوردی حلالت باشه. درود بر شما نازنین من. و همیشه دعا میکنم برات که این راه رو ادامه بدی و موفق باشی در راهت. پاینده باشی لازم. و اسم رو گذاشتم شیرزن. زنده باشید. هر موقع نگاه میکنم واقعا موادم که چقدر قشنگ درست کردی و این چهره زیبات همیشه در نظرم هست. زنده باشی. انشاءالله خدا عمری بهت بده. پاینده باشی گرامی من. ممنون از زحماتی که میکشی و ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. دعا میکنم شما این راه رو ادامه بدی و موفق باشی. دعای من بدرقه راهت باشه. پاینده باشی بانوی نازنین هممیهنم. این راهی نیست که عزیز من، من یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال پیش آمده باشم، 25 ساله درست، حتی به تعداد روزها که از میهنم گریختم و آمدم اینجا نازنین من، 25 سال است که شبانه روز آنچه را که در حد توان من اندک بوده است برای آزادی میهنم انجام دادم و تا زنده هم هستم انجام خواهم داد و بسیار دشواری ها داشتم، از این به بعد هم میدانم خواهم داشت، اما نازنین من پیمانی را که با میهنم به هم میهنانم بستم و با روان پهلوانان میهنم بستم، به عنوان یک سرباز کوچک هیچ ادعایی هم ندارم، هیچ وقت این پیمان رو نخواهم شکست، مگر اینکه همواره گفتم دشمن دستش به من برسد و بسیار تلاش میکند، دست کم شمار حکم ارتداد و قتل و ترور منی که من آگاه هستم، تا آلمان بودم و میدانستم، سه بار حکم قتل من از سوی این جانوران صادر شده و بعد از این حتما در این 12-13 سال گذشته هم که مبارزاتم رو بیشتر هم شدت دادم و از 10 سال پیش به رسانه کشاندم، مطمئن هستم بارهای دیگر هم حکم قتل من صادر شده. مهم نیست عزیز من، مهم نیست، برای اینکه یک بار بعد از 1400 سال ما ایرانیان باید این ترسی را که اسلام النصر به رو به خورد ما ایرانیان داده است توف کنیم بر رویش. گام نخست نترسیدن است، گام های بعدی این است که ببینیم چگونه مبارزه کنیم. اول باید از این هیولا نترسی و بترسانیش، نه اینکه فقط نترسی، او را باید بترسانی. میترسانی این پیام ها را برایت میگذارند.
درود بر شما، بفرمایید گرامی. درود فراوان به شما. درود بر شما. بنده یک روزنامه‌نگاری هستم بازنشسته. زنده باشید. در اینجا مزالک دست از مبارزه بر نداشتم و بسیاری از افراد از جمله افراد فامیل رو روشن کردم که از این دین اسمش رو در واقع نمیشه گذاشت دین، اصلا این مرام بیهوده و چرند و انسان سوز خوشبختانه دست برداشتن. سرها خانم سفاری، من به شما درود صمیمانه میفرستم به خاطر مبارزات صمیمانه‌تون. از بندم دوچار همین مشکلاتی که سرکار هستید هستم، از گوش و کنار من ناراحت میکنن در بعضی محافل که من یه اشعاری زده آخون یا زده دین میخونم مورد شماتت قرار میگیرم، از طرف خیلی ها تهدید میشم، مزالک دست بر نمیدارم. من برای شما و جناب استاد صفاری، جناب آقای دکتر انصاری، ببخشید، آرزوی موفقیت و پیروزی میکنم و بهتون قول میدم سرانجام مبارزاتون ثمر بخش خواهد بود، ثمر بخش هست الان، به پیروزی کامل خواهد رسید. من درود فرمان بهتون میرسم و آرزوی موفقیتتون رو دارم. زنده باشید گرامی من، سپاسگزارم. درود بر شما، بفرمایید نازنین من. درود بر شما خانم صفاری. درود بر شما گرامی، بفرمایید. خواهش می‌کنم. این کشور همسایه افغانستان که 19% شیعه هستن، فرانچه که اطلاع داریم یه قانون پس کردن برای زنای شیعه که از طرف شوهر، حتی اینا امکان داره که شوهرشون اجازه نده بیان از خونه بیرون، این قانون پس شده و یا درس بخونن یا از نظر سکسی هر کاری که میخوان بکنن. این شیعه ها هستن، حالا سنی ها جدال، قانون پس شده تو افغانستان. ببینین چه رسوایی هست. رسوایی در ایران، همون ثوابش ایرانه که همچین قانون های رو اونجا زور میارن که این افغانی های بدبخت شیعه اونجا این قانون ها رو پس کنن تو مجلسشون. ببینین دیگه به کجا رسیده این هیولا. بله عزیز من، وقتی که کلان سرچشمه پر از عفونت و آلودگی، حالا شیعه ازش بیاد بیرون، هر فرقه ازش بیاد بیرون، کثیف‌تر و آلوده‌تر خواهد شد. شما وقتی که باکتری و میکروب و عفونت رو به هنگام به جنگش نرید، این گسترده‌تر میشه و بعد گسترده‌تر هم که شد باید تلاش بیشتری بکنید تا بتونید اونو ریشه‌کن کنید و اونو بر بندازید. بنابراین هر چه که از توی این گنداب اسلام بیرون بیاد، روز به روز آلوده تر، خطرناک تر و ضد بشری تر هم هست، چون دستش به امکانات دیگه هم گشوده میشه هر روز. قولم موفق. پاینده باشید گرامی من. درود بر شما، بفرمایید. خواهر پری. درود بر شما گرامی من. عاشق مسیح هستم. درود بر شما، عاشق مسیح نازنین من. درود بر شما. شام خواهر پری. درود بر شما عزیز من. نه خانم افغانی که اون مسیج بد اخلاقی را گذاشته. بله. در این جبهه تنها من کافی هستم نه. جواب بدهم به این خانم، میگم که تاریخ 2 اپریل در افغانستان یک قانونی به تصویب رسید توسط پیروان خط امام، یعنی امام خمینی نعلت العلیه. ما در افغانستان 19% شیعه داریم. قانون‌نامه نوشته شد و به تصویب آقای حمید کرزی که از واشنگتن فرستاده شده به تصویب رسید. بله. که به اساس این قانون که نامش را گذاشته است احوال شیعه در بله. افغانستان. بله. در اونجا مسئله صیغه رسمی شد، یعنی قانوناً تحت این قانون حقوق بشر غرب. بله. صیغه 4 زن گرفتن و در این حال جدی قانون رسمی افغانستان حکم میکنه که هیچ زن بدون اجازه شوهرش، هیچ دختر بدون اجازه پدرش نمیتوند از منزل خارج شود. و امروز همه افغانای مبارز در سراسر افغانستان فریاد میکشه بر علیه این قانونی که تحت رهبری آیت الله بارک حسین اوباما در افغانستان به تصویب میرسه. 80 کشور غربی در اونجا رفته. یعنی بعد از این مردم میتوانند که تحت هر بانه‌ای که خانومش بدون اجازه به مدرسه رفته یا رفته، اونها را زب بزنن، شلاق بزنن و سنگسار هم رسمی شده در افغانستان.
که این خانمی که به شما این مسیج را گذاشته است باید بشرمد به عنوان یک زن که در افغانستان وطن خودش برای خودش جایی برآمدن از بیرون منزل نیست، یعنی به عنوان انسان نشناختش، قانونی که درست تصویب شد و خود این خانم اول تکلیف خودش مستقیم خودش را با اون شیعه شیعگری که از عرب پرستان به افغانستان سرازیر شده مشکلش را اونجا حل کند و شما که می جنگید با عنوان یک زن از جنسیت و از حق و حقوق و آزادی های اون بدبختی مظلوم دفاع می کنید که باید در برابر شما ستایش کند، با شما هم فکر شود، همکار شود، بخاطر که همه مسلمانان آریایی نژاد غلام و برده و کنیز تاریخی و ابدی عربای مکه و مدینه هستیم. سپاسگزارم عاشق بسی نازنینم، پاینده باشید نازنین من، درود بر شما و بر آگاهی و خرد و شرف شما نازنین من، انسان شریف و مایه افتخار، درود بر شما. بفرمایید گرامی من. خانم پریسفاری خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون، واقعا من لذت میبرم، ما شما رو دوست داریم، ما به شما افتخار میکنیم. یه خانمی که با سواد بشه، شعور داشته باشه، حتی بی سواد بشه ولی شعور داشته باشه، اینجوری صحبت نمی کنه. من خودم یه دکتر روانشناس هستم، اون هفته پیش یک خانم افغانی که زبان انگلیسی هم نمیدونست مخصوصا اومده بود پیش من که فارسی صحبت کنه، میگفت که من 3 دخترام از افغانستان فرار کردن، در پاکستان هستن، هر موقع ممکنه تحت مسلمان ها اونجا تجاوز بکنن، بهش بد رفتاری بکنن، کتکش بزنن، مدرسه نمیره، تو خونه نشسته، من روانی شدم، خواب ندارم. گفتم با وجود این همه ناراحتی یا تو هنوز مسلمونی؟ گفت شما ایرانی ها خیلی ضعیفی در دین اسلام، ما قوی هست، ما نمیتونیم به این آسونی عوض بشیم. خب اگر شما ایتون فکر میکنی پس سزاواری که ایجوری بشی. من میخوام بهتون بگم که شعور نداره. اگر عزیز من برق برگشته، به قدری روشنگری ها زیاد شده و به ویژه برای ما ایرانیان مایه سرافرازیه که پرچمدار در واقع افشای چهره کثیف اسلام ایرانی ها هستند و باز هم یک کار بزرگ دیگر مانند هزاران سال تاریخ سرافراز میهنمان، مطمئن باشی که این کار عظیم بشر دوستانه و فرهنگی هم به نام ما ایرانیان در تاریخ ثبت خواهد شد، آغاز شده و تا پای نابودی این جرثومه فساد ایرانیان پیش خواهند رفت. عزیز من پاینده باشید گرامی من، درود بر شما. بفرمایید عزیز من. شبتون بخیر. درود بر شما. بفرمایید. درود بر شما. شما نه تنها که سرباز کوچک نیستید، بانوی سربلند و برجسته تاریخ درخشان ایران خواهید. پاینده باشید نازنین من. خانم صفایی عزیزم جانم. دوست گرامیم، هموطن نازنینم، با اون چهره زیبا و بهشتیتون خواسته که به همه روح تازه میدیم، به این ناهموطن افغانی، به این بانوی بدبخت افغانی باید گفت بیچاره برو اون کتاب قرآنت رو بخون، ببین که نه تنها تو رو داخل آدم نمیدونه، تو رو انسان نمیدونه، به شوهرت اجازه میده تو رو کتک بزنه، هر گونه بحث برداری جنسی از تو بکنه، نامسلمان رو انسان نمیدونه، یهودی رو کثیف میدونه، اجازه نمیده کسی دیگه به حریم مکه، مثلا اون مکه نزدیک بشه. تو چی میگی؟ تو چی میدونی از انسانیت؟ این کتاب قرآن که غیر از قانون ضد حقوق بشر، ضد انسانیت، بردهداری، بچه بازی، زن بازی، زن ستیزی، چیز دیگری نداره، تو از اون دفاع میکنی؟ درود بر شما نازنین بانوی من. درود بر شما. چه میدونه؟ فقط یه چیزی تو گوشش کردن. اگر ما انقدر، اگر این زنانی که چنین خودشونو در حجاب و در این حاله اسلام میپوشونن، شجاعت این رو داشته باشن که بگن، بخونن، بشنون، چشمشونو باز کنن، بگن به راستی ممکنه سکه روی دیگری هم داشته باشه. درود بر شما نازنین من. اگر ببینن و بشنون و اون باورهای خرافاتی و میکروب و عفونتزایی که شما میفرمایید رو بذارن کنار، فقط ببینن.
ببینن و بخونن، بخونن که چی نوشته. برن کتاب. همین ماه پیش بود که در افغانستان یه بدبختی رو که برداشته بود قرآن رو ترجمه کرد، بله، به اعدام محکومش کردن، ناشرش رو به 30 سال زندان. چرا؟ اگر خوبه که بذارید بخونه مرد، اگر خوبه که خوب بذارید بخونه، اگر بده چشمتون رو باز کنید ببینید چیه، از کجا اومده، چه موقع. هر وقتی زن پسرش رو میخواسته برداره ببره به اتاق خوابش گفته آیه فرستاده خدا، هر وقتی که زنی رو به زور مردی رو مردش رو کشته زنش رو برداشته و خونش رو تصاحب کرده آیه فرستاده خدا. سپاسگزارم نازنین من. درود بر شما. درود بر شما. شما بانوی درخشان تاریخ ایران. درود بر شما نازنین من. سپاسگزارم. من سرباز کوچک راه آزادی میهنم هستم. درود بر شما. بفرمایید. درود بر شما خانم فری سفاری. بفرمایید. بله، من از ونکوور کانادا زنگ میزنم خدمتتون. بفرمایید. خواستم از شما سپاسگزاری بکنم برای کوشش هاتون در راه برگرداندن فرهنگ نیاکانی ما ایرانی ها. من خیلی خوشحال هستم از این کار شما. من یه پرسشی هم از شما دارم. یکی از آرزوهای بزرگ من به عنوان یک ایرانی بازگرداندن خط پهلوی هست به ایران. شما دیدگاهتون چی هست؟ میدونید که ما بعد شما عزیزم بیننده برنامه های من هستید؟ بله بله، ما هم تقریبا بگم شاید 70 درصد شما در جایی در جایی جز برنامه های من، بله، شناساندن واقعی نه شعافی نمایشی، جز برنامه های من تا به حال جای برنامه دیگه ای رو دیدید که به گونه راستین پهلوی رو مطرح کنند و با ارزشی که پهلوی داره جای دیگه مگه دیدید و شنیدید غیر از این سنگر؟ خیر. پس بنابراین چه پرسشی از من؟ سپاس گذارم گرامی من. دست کم یک پرسشی رو بکنید که براستی یه گوشه هایی ناروشن داشته باشی که من بتونم پاسخ خوب باشم. من بخش بزرگی هم که از دشنام ها و تهدید ها رو میگیرم به خاطر همون ارج و جایگاهی است که برای پهلوی ها و نام پهلوی و شاهنشاهی پهلوی قائل هستم. گمان میکنم در همه اپوزیسیون به طور کلی من نه جایی دیدم نه خواندم کسی جز پری صفاری باشه که گفته است و اعلام کرده است که نام پهلوی نام کلیدی هست. نام پهلوی در واقع کسی که پهلوی ستیزی می کند یعنی ایران ستیزی و ایران زدایی می کند و توضیح دادم ساعتها در این سنگر از این برنامه نازنین من به گونه حساب شده مطالعه و دقیق، نه 4 تا شعار و 4 تا کلیپ و تموم بشه بره. نازنین من، شما یا پرسشتون یک ابعاد خاصی داشت که شاید روشن پرسش نکردید، ولی آن پرسشی رو که کردید در اینجا نمیتونه مطرح بشه نازنین من، که دیدگاهتون راجع به پهلوی ها و پادشاهی و شاهنشاهی پهلوی چیه. دیدگاه من همونی هستش که همه من رو به پهلوی دوستی و هواداری سرسخت از شاهنشاهی برای ایران، سامانه شاهنشاهی برای ایران من رو میشناسند. من 2 فروزه مشخص اگه شخصیت کاراکتر و آرزوها و آمالم داشته باشم، 1 زدودن اسلام تا یاخته پایانیش از سرزمین و اهورایی من و برگرداندن فرهنگ و هویت و کیستی ملی ایرانی در تمامیتش به ایران و ایران زمین و ایرانیان، و 2 دیگر بازگشت سامانه پادشاهی که نگاهبان ایران، نگاهبان فرهنگ ایران، مایه سرفرازی و پیشرفت و استقلال و غرور و خوشبختی ایرانیان میدانم هست. بنابراین این پرسش گمان میکنم باید برید در برنامه های دیگر و جاهای دیگر بپرسید.